سلام دوستان خوش آمدیم به کلاس درس خب امروز میخوام یه روش جدید برای حل دستگاه معادلات یاد بگیریم که اسم این روش روش حسفی گاز هستش روش حسفی گاز خوبیش به اینه که در مقایسه با روش دیگهی که برای حل دستگاه معادلات یاد گرفتیم مثل روشی که می اومدیم توش وارون ماتریس زرایب رو توی ماتریس سمت راست مادلمون رو ضرب می کردیم یعنی مثلا اگر مادلمون به فرم ماتریسی AX مساوی ب بود می دونیم که اگر دترمینان ماتریس زرایبمون اون مخالف صفر باشه دستگاه من جواب یکتایی داره که از X مساوی وارون A در بخواهد بود خب این روش کار میکنه ولی مشکلش اینه که به دست آوردن وارون ماتریس آیا خورده به لحاظ محاسباتی سخت هستش و ممکنه یه خورده طول بکشه یا روش دیگه ای که اسمش روش کرامر بود و با هم یاد گرفتیم اون هم کار میکنه اما چون یه تعداد زیادی دترمینان ماتریس های سه در 3 رو توش باید حساب بکنیم یه خورده ممکنه طول بکشه خوب یه روش گاوس اینه که خیلی سریع هستش و به لحاظ محاسباتی آسون هستش اساس روش گاوس در حقیقت بر سه چیز هستش نکته اولی که میدونیم و باید بهش توجه کنیم این هستش که اگر دو طرف یک معادله را یک معادله از دستگاهمون رو از دستگاه رو در عدد ثابت غیر صفری ضرب کنیم جواب دستگاهمون عوض نمیشه از جواب دستگاه تغییری نمی کند. این نکته هستش که از قبل هم میدونستیم وقتی دستگاه چند مدل و چند مشهول داریم هر کدوم از معادلات رو میتونیم دو طرفش رو توی یه عدد ثابت ضرب کنیم. دومین نکته که باید بهش توجه کنیم این هستش که اگر دو طرف یکی از معادلات دستگاهمون رو معادلات دستگاه رو به یه معادله دیگه اضافه بکنیم باز هم جواب دستگاهمون تغییری نمیکنه جواب دستگاه تغییری نمیکنه این در حقیقت کاری هستش که اگر دقت کرده باشید معمولا برای حل دستگاه های دو مادل و دو مچول خیلی ازش استفاده میکنیم میام یکی از معادلاتمون رو توی عدد ثابت ضرب میکنیم بعد به اون معادله دیگه اضافه میکنیم جوری که یکی از مچولاتمون هست بشه تا بتونیم مچول دیگه رو به راحتی به دستش بیاریم نکته سوم این هستش که میتونیم جای معادلاتمون رو توی دستگاه عوض کنیم مثلا معادله اول رو جای معادله سوم بنویسیم معادله سوم جای معادله اول باز هم طبیعه که جواب دستگاه همون عوض نمیشه یعنی ترتیبی که معادلات رو مینویسیم اثری روی جواب دستگاه نداره پس اگر جای دو معادله از دستگاهمون رو عوض کنیم باز هم جواب دستگاهمون تغییری نمیکنه خب در حقیقت روش حذفی گاوس میاد از این سه تا اصل استفاده میکنه و یک راه خیلی راحتی برای حل دستگاه معادلات به ما میده بیاید این راه رو با یه مثال ببینیم با هم دیگه تا ببینیم که روش حسفی گاز چطور کار میکنه دستگاه معادلاتی که میخوایم با هم دیگه حلش بکنیم این هستش داریم 2x1 به علاوه 4x2 به علاوه 6x3 مساوی با 18 این معادله اولمونه معادله دوم هست 4x1 به علاوه 5x2 به علاوه 6x3 مساوی با 24 و نهایتا معادله سوممون هست 3x1 به علاوه x2 به با علاوه از میخوام منهای 2x3 مساوی با چهار پس این دستگاه سه معادل و سه مجهولی هستش که میخوایم حلش بکنیم خب روش گاوس اینطوری کار میکنه میگه که ما بیایم اول ماتریس زرایبمون رو بنویسیم خب برای معادله ماتریس زرایب چی هستش هست دو چهار شیش چهار پنج و شیش سطر دومشه سطر سومش هم سه یک و منفی دو حالا میایم یه ستون هم اینجا اضافه میکنیم که اون ثابت های سمت راست معادلمون هستن یعنی ده و بیست و چهار و چهار خب این میشه یک ماتریس سه در چهاری که این بخش سمت راست خدچین همون ماتریس زر... سمت چپ خدچین ماتریس زرایه بمونه سمت راستش هم ثابت های سمت راست معادلات اون هستن حالا کاری که روش گاوس میکنه میاد اول درایه اول سطر اول رو در نظر میگیره یعنی این دویی ای که اینجا داریم بعد با اضافه کردن زرایبی از سطر اول به دو تا سطر پایینی کاری میکنه که این دو تا درایه زیرش رو صفر بکنه مثلا چطور مثلا میاد سطر اول رو توی منفی دو ضرب میکنه و به سطر دوم اضافه میکنه اون وقت چی به دست میاریم؟ به دست میاریم سطر اول که عوض نمیشه دو چهار شیش و هیچدهه سطح دوم اگه سط اول تو منفی دو ضرب کنیم به دومی اضافه بکنیم چی میشه؟ درایه اولش میشه صفر چون میشه منفی چهار به چهار درایه دوم میشه منفی سه درسته چون داریم منفی هشت به پنج که منفی سه هستش درایه سوم میشه منفی 6 چون هست منفی دوازده به علاوه و درایه سومش هم میشه منفی دوازده سطح سوم فعلا خودشو می نویسیم سه یک منفی دو و چهار حالا همین کاری که با سطر اول کردیم و با سطر دوم هم بکنیم یعنی یه ضریبی از سطر با سطر سوم هم بکنیم یعنی یه ضریبی از سطر اول و به سطر سوم بیایم اضافه کنیم که این درایه صفر بشه یعنی بعد سطر اول رو تو چی ضرب بکنیم تو منفی سه دوم ضرب بکنیم اضافه بکنیمش به سطر سوم اون وقت چی به دست میاریم پس از این ماتریس رفتیم به این سوم ماتیسی که میریم بهش سطر اولش هست دو چهار شیش هیجده سطر دوم صفر منفی سه منفی شیش منفی دوازده سطر سوم میشه چی؟ درایه اول دو زبد منفی سه دوم میشه منفی سه علاوه سه میشه صفر این همون درایه دوم چهار زبد منفی سه دوم میشه منفی 6 علاوه یک میشه منفی پنج و به همین ترتیب درایه سوم میشه منفی 11 و درایه چهارم میشه منفی 23 خب حالا که درایه اول سطر اول رو گرفتیم و دوتای زیریش رو صفر کردیم میایم سراغ درایه دوم سطر دوم خب پس درایه اول سطر اول و اول گرفتیم کاری کردیم با اضافه کردن ضرایبی از اون سطر به سطرهای زیرش کاری کردیم که دوتا درایه زیرش صف بشه حالا میایم درایه دوم سطر دوم اگر درایه دوم سطر دوم صفر بود خود به خود که تو این مورد ما نیست سطر دوم رو با یکی از سطر زیرش جابجا می کنیم تا یه درایه غیر صفر بیاد بجاش اما اگر غیر صفر بود خودش رو نگر می داریم و حالا می چیکار می کنیم می کار می کنیم که درایه زیر این صفر بشه یعنی منفی سه که داریم می خواهیم این منفی پنج زیرش رو صفر بکنیم چطور می توانیم بکنیم؟ سطر دوم رو اگر توی منفی پنج سوم ضرب بکنیم. و به سطر زیری اضافه بکنیم این درایه صفر میشه یعنی میریم به چه ماتریسی میریم به ماتریس بیاد اینجا بنویسیمش ماتریس چهارممون سطر اولش هست دو چهار شیش و هیجده سطر دومش خواهد بود صفر منفی سه منفی شیش و منفی دوازده سطر سوم میشه چی؟ درایه اول داریم سطر دوم رو تو منفی پنج سوم ضرب میکنیم به سطر سوم اضافه میکنیم خب صفر ضرب در منفی پنج سوم که میشه صفر به صفر صف اضافه میشه همون صفر میمونه سه ضرب در منفی پنج سوم میشه پنج علاوه منفی پنج این درایه رو صفر کردیم درایه سوممون شیش ضرب در منفی پنج سوم میشه چی؟ میشه میخوا منفی شیش. میشه ده به علاوه منفی 11 یه منفی 1 اینجا میمونه درای چهارممون رو هم میشود منفی 3 خب پس ما چیکار کردیم تو روش گاوس اگر دقت بکنید این سمت این ماتریسی که داشتیم این تیکش که ماتریس زرایبمون بود رو در حقیقت اومدیم کاری کردیم که به یه ماتریس بالا مثلثی تبدیل بشه درسته این سه تا درایه زیر قطرش رو صفر کردیم با اضافه کردن ضرایبی از سطح های بالاتر به سطح های پاینتر. حالا این ماتریسی که اینجا داریم دستگاه متناظرش رو اگر بنویسیم که در حقیقت جواباش با دستگاه اولی همون یکیه چون تنها کاری که کردیم اینه که سطرهای مختلف دستگاهمون رو تا اعداد ثابتی ضرب کردیم و به معادلات دیگه اضافه کردیم یا ممکنه دو تا معادله رو جابجا کرده باشیم که توی حال مثالی که اینجا داریم حل می‌کنیم جابجایی انجام ندادیم فقط ضرب کردیم و به معادلات دیگه اضافه کردیم پس جوابای دستگاهمون عوض نشده و با این دستگاهی که الان داریم یکی این دستگاه اگر باز بکنیم به این صورت 2x1 ایک به علاوه 4x2 به علاوه 6 x مساوی با 18 این اولین معادله شد دوباره معادله ضریب x1 دقت کنید صفره پس داریم منفی 3x2 منهای 6x3 مساوی با منفی 12 معادله سوم هم ضریب x1 صفره هم ضریب x2 پس فقط هست منفی x3 مساوی با منفی 3 خب حالا این دستگاه جدید که جوابش با دستگاه اولی همون یکیه حل کردنش خیلی راحته چرا؟ چون x از معادله آخر به دست میاد به دست میاریم x مساوی 3 حالا x رو که به دست آوردیم میاریم جاگذاری می میکنیم تو معادله دوم تا x2 دو رو به دست بیاریم به دست میاریم منفی 3x2 منهای 6 زب در 3 مساوی با منفی 12 بنابراین x2 خیلی راحت به دست میاد مساوی با چی؟ مساوی با منفی 2 حالا میایم x2 و x3 رو جایگذاری میکنیم تو معادله اول تا x1 ایک رو به دست بیاریم به دست میاریم 2x1 به علاوه 4 زب در منفی 2 به علاوه 6 زب در 3 پس دقت کنید x2 و x3 رو جایگذاری کنیم تو معادله اول مساوی به 18 باید بشه بنابراین x1 ایک مون این معادله رو حل بکنیم به دست میاد مساوی با چهار پس روش گاس نهایتا کاری میکنه که خیلی راحت بتونیم جوابهای دستگاهمون رو به دست بیاریم به دست داریم x3, x2-2 منفی دوه و x1-4 هستش خب این از روش هسفی گاس این رو تا اینجا داشته باشین تا توی ویدئوی بعدی یک روشی که در حقیقت کامل تر شده یه روش هسفی گاس برای حل دستگاه هست رو با هم دیگه راجبش صحبت بکنیم توی کلاس درس بعدی میبینمتون